سلام، فراز هستم و به پارسی تیوی خوش اومدید. در این برنامه به سرنوشت محمد تقی ایروانی، مالک و مؤسس کفش ملی میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. کمی دورتر از مرکز پرتردد شهر تهران، در حاشیه اتوبانی که یه سرش به تهران و سوی دیگرش به کرج میرسه، انباری قدیمی در دل مجموعه اقتصادی تنها افتاده. مجموعه‌ای که قبل از انقلاب تجار تهران به رهبری حاج محمد حسن امین‌الضرب مجلس وکلای تجار رو برای حفاظت از منافع خیش در برابر رقبای خارجی و فساد داخلی تأسیس کردند. شاید ایرانی نباشه که نام کفش ملی رو نشنیده باشه، اما بسیاری نام محمد رحیم متقی ایروانی رو نشنیدن. انقلاب که پیروز شد، مجموعه کفش ملی که به همت محمد رحیم ایروانی تأسیس شده بود و در منطقه خاورمیانه نمونه نداشت مصادره شد. او بیش از دو دهه یک تن زحمت کشیده بود و در اسماعیل آباد جاده مخصوص کرج کفش ملی رو به عنوان کفشای ارزان و با دوام به راه انداخته بود. محصولات کفش ملی به کشورهای اروپای شرقی و شوروی صادر می‌شد. امروز کمتر کسی مردی رو می‌شناسه که در دانشگاه تهران حقوق خوند و تنها چند ماهی وکالت کرد و سالهای عمرش رو صرف ساختن بزرگترین مجموعه تولید کفش در ایران کرد. رحیم متقی ایروانی در 21 بهمن ماه 1299 در خانواده‌ای تاجرپیشه در محله مشیر شیراز به دنیا آمد. پدر وی میرزا محمد کاظم متقی ایروانی از تجار مشهور شیراز بود و جد پدریش حاج لطف‌الله ملک التجار. رحیم تحصیلات ابتدایی رو در مدرسه باقریه شیراز گذروند و در سال 1313 به کالج انگلیسا در اصفهان رفت. بعد از اون به مدرسه شاپور شیراز برگشت و بعدها از دانشکده حقوق دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. بعد از مشاغل و ابتکارات مختلف از جمله راه انداختن برق فسا و تأسیس پاساژی در شیراز، رحیم ایروانی سرانجام کار خودش رو در صنعت کفش شروع کرد و به فاصله 3 دهه فعالیت پایه‌های یکی از صنایع مهم و مدرن رو پیریزی کرد. او گروه صنعتی بزرگی رو توسعه داد که در سالهای پایانی مدیریتش بیش از 100 هزار جفت کفش روزانه در زمینی به مساحت بیش از 45 هزار متر مربع در اتوبان کرج تولید میکرد. گروه صنعتی ملی مجموعی از شرکت ها بود که تا سال 1357 به 52 شرکت در زمینه های مرتبط رسید. به این سبب نام محمد رحیم متقی ایروانی به عنوان بنیانگذار صنعت کفشسازی مدرن در تاریخ صنعت در ایران به ثبت رسید. رحیم بعد از پایان تحصیلات با فروش ارثیه پدری کار تجارت کفش رو با خرید 2 دهن مغازه در 4 راه گلوبندک تهران آغاز کرد. دستیابی به انگیزه های وی در شروع کار در این بخش اقتصادی درسای خوبی برای کارآفرینان آینده ایران در بر خواهد داشت. فعالیتی که 3 دهه بعد در سال 1357 خاتمه یافت و ایروانی مجبور شد تا گروه صنعتی کفش ملی رو در اون سال با 8000 نفر کارگر تر کنه. اما رحیم کفش ملی رو در عمل رها نکرده بود و با ورود هر مدیر جدیدی برای او پیام میفرستاد و آمادگی خودش رو برای کمک به راه اندازی و گسترش کفش ملی اعلام میکرد. تقاضاهایی که اغلب نادیده گرفته شد و بالاخره صنعتی که او در دهه 30 تأسیس کرده بود در آغاز هزاره سوم به نظر افتان و خیزان ادامه مسیر میداد. اما این میراث اونقدر پایدار بود که اگر از اون به خوبی استفاده میشد باز هم این گروه صنعتی رونق میگرفت. رحیم ایروانی مدیر برجسته‌ای بود که مانند یک کاریزمای صنعتی این گروه رو بر اساس رهیافت اقتصادی کاملا حساب شده و منطقی برنامه ریزی و سازماندهی کرد. رهیافتی که تنها از نبوغ او نشأت می گرفت. رهیافت او به واقع از سایرین متفاوت بود. نه شباهتی به رهیافت معمول سرمایه گذاری بر اساس آزمایش و خطا داشت و نه متکی بر رهیافت استفاده از ظرفیت‌ها در هر بخش و رشته اقتصادی بود و نه بر اساس رهیافت سرمایه گذاری اقماری.
بلکه رحیم ایروانی با هوش سرشاری که داشت تنها در صنعت کفش متمرکز شد. رحیم متقی ایروانی ضمن اون که از عظمت نتیجه تلاش‌هاش به خوبی آگاه بود، کوچکترین مشکلات نیز نمیتونست از چشمش دور بمونه. به ویژه اگه این مشکلات مربوط به کارکنان و خانواده‌شون میشد که توان حل اون رو نداشتن. بنابراین مدیران و کارگرانی که با رحیم ایروانی کار میکردن حداقل در دو ویژگی وی متفق القول بودن. او مدیری باهوش بود که هم به تولید میپرداخت و هم نگران چگونگی توزیع ثمره اون بین تمامی عوامل تولید به ویژه کارگران بود. یعنی هم در تولید سختگیر بود و هم نتیجه رو برای همه میخواست، یعنی عدالت اجتماعی. رحیم این دو ویژگی متضاد رو به خوبی به هم پیوند داده بود و در آرزوی روز بازنشستگیش بود که در زمینی که اون رو در جنوب شهر تهران انتخاب کرده بود بیمارستانی بسازه و باز بر اون مدیریت کنه. اما این بار مدیریت بر تولید کالای عمومی نه خصوصی. از اغلب کسانی که با او در این گروه کار کردن میتوان داستانی شنید که تمایل شدید اون رو به عدالت توزیعی گواهی میده. رحیم به معنی واقعی کارآفرینی بود که در بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی دهه 50 دست از سرمایه گذاری بر نداشت و از هیچ چیز شکایت نمی‌کرد. مگر یک بار و اون هنگامی که در اوج توسعه کارهاش متوقف شد و بار دیگه هنگامی که می‌خواست تولید کفش رو در افغانستان راه اندازی کنه که اجل امانش نداد. آنچرا که ایروانی با تلاش و پشتکار و بازارشناسی خود به دست آورده بود بعد از انقلاب بر اساس بند به ماده 2 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران به تملک دولت درآوردند. در ماهای انقلاب ایروانی به روح الله خمینی رهبر انقلاب نامه نوشت. در نامش آورد در خلال این انقلاب عظیم اسلامی عده‌ای فرصت طلب و معلوم الحال اتهامات ناروا به بنده زدن و اذهان عمومی رو مشوش کردن و بنده رو که یک عمر 60 ساله رو در امور مذهبی محتاط و از روی آبرو زندگی می کردم چنان ذلیل کردند که از روی دلشکستگی و یأس برای دادخواهی به درگاه الهی متوسل می شم. ایروانی بعد از مدتی در نامه‌ای به محمود مهدوی نظارتی که از مدیران ارشد گروه صنعتی ملی در تهران بود نوشت: در منزل بیشتر به شکل ایام عاشورا و عزاداریه. شوق و ذوقی نیست و دلم از این میسوزه که چنان مظلوم واقع شده و امکان دفاع از ما گرفتن که تصور نمی کنم هرگز در عمرم امکان رهایی از ظلم رو داشته باشم. ایروانی تنها در کار تولید کفش و اقتصاد نبود. او مؤسسه‌ای را اندازی کرده بود که سرپرستی کودکان بی بضاعت و یتیم رو هم بر عهده داشت. 22 کودکی که در زلزله بوئین زهرا خانواده خود را از دست داده بودند در این مؤسسه نگهداری می شدند و ایروانی اونها را به فرزند خوندگی پذیرفته بود و بعدها اونها را برای تحصیل به اروپا فرستاد. در سالهای پایانی مدیریت ایروانی اون روزانه بیش از 100 هزار جفت کفش در زمینی به مساحت بیش از 45 هزار متر تولید میکرد و تا سال 57 تونست 52 شرکت در زمینه‌های مرتبط با کفش تأسیس کنه. با همه اینکه ثروت ایروانی رو بعد از انقلاب مصادره کردن، اما او در سال 1371 به ایران اومد و تقاضای تأسیس کارخانه کفش کرد، اما به تقاضای او توجهی نشد. با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، زمانی که ایروانی شنید که دولت در صدد تا برای بیکاران شغل ایجاد کنه، نامه ای به علی سعیدلو معاون رئیس جمهور نوشت و از او خواست تا شرایطی فراهم کنه که کارخانجاتش رو پس بدن و او نیز قول میده که ظرف مدت 3 سال 10,000 کارمند و کارگر استخدام کنه. او بیش از این که جوابی دریافت کنه، در روزهای پایانی سال 1384 در لندن درگذشت. ایروانی همیشه دلنگران کفش ملی بود. او با تغییر هر مدیری در کفش ملی به او تلفن میکرد و از او میخواست که سعی کنه تا مجموعه تولیدیش برقرار بمونه، درست مانند اون چه که در ایران نیم قرن پیش از این انجام داده بود. به این لحاظ بعد از ترک ایران در آمریکا و مصر نیز اقدام به تأسیس کارخونه کرد. رحیم ایروانی در 12 اسفند 1384 بعد از طی یک روز کامل کاری از اتاق کارش در ضلع غربی ساختمان محل سکونتش در یکی از خیابان‌های شهر لندن به خونه برگشت و در منزل درگذشت. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و کامنت گذاشتن ما رو در ادامه این برنامه‌ها همراهی می‌کنید.
اگه به برنامه‌های ما علاقه مندید میتونید با دکمه سابسکرایب ما رو حمایت کنید تا از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.